بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند و تشکر از یکایک دوستان عزیز و بالاخص روزداران گرامی که در محضر ما حضور دارند و با انفاس پاکشون برکت بر ما میبارند. سخن خودم رو با این دو بیت سعدی آغاز کنم که گفت: مبارکتر شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد بخت پیروز. دهل زن گو دو نوبت زن بشارت، که دوشم قدر بود امروز نوروز. ظاهرن سعدی این ابیات رو وقتی سرود است که تقارنی میان عید نوروز و قدر افتاده بود. فعلا برای ما هم قابل به کار بردن است، برای اینکه دیشب قدر بود و امروز روز جمعه بود که روز عید است، روز عید مسلمانان است. به همین سبب و به همین خاطر من تبریک عرض میکنم حضور دوستان گرامی و تمنا دارم از خدای بزرگ که این دو عید و این دو مناسبت مبارک رو برای ما مبارکتر گرداند و نگاهی به همه آدمیان و به جهان اسلام بیندازد و انشاءالله مشکلات و مسائل رو به مدد عقلای قوم از میان بردارد. نکته دوم این که در نوبت گذشته عرایضی که در محضر شما بیان کردم گویا که ابهاماتی و پرسش‌هایی رو پدید آورده بود که انشاءالله در دنباله یک کلام آنها روشن‌تر خواهد شد و از همه مهمتر رابطه ما، رابطه گرد گرفته، گرد و غبار نشسته ما با خداوند انشاءالله روشن‌تر و درخشان‌تر و تعریف شده‌تر خواهد بود، به طوری که بهتر بدانیم پس از این که را نیایش کنیم، که را پرستش کنیم و از که پرسش کنیم. عمده سخنان من در نوبت‌های پیشین این بود که شناخت خداوند کار آسانی نیست، گرچه شناخت او به هر درجه و هر مقداری باشد مورد قبول و مورد پسند خداوند است، اما دریغ است که ما در حد شناخت چوپان موسی باقی بمانیم و نکوشیم تا از اون سطح از معرفت خود را فراتر ببریم و به درک صحیح تری از خالق این عالم و صاحب این عالم برسیم. به همین سبب قانع بودن به آنچه که آدمی خود دارد همیشه نیکو نیست. اگر قناعت در پاره از امور و در رفتارها نیکوست، ولی در مقام معرفت نیکو نیست، مخصوصا آنجا که پای معرفت حق به میان می آید. به قول مولانا گفت: چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. در یک جاهایی خداوند طلب بیشتر و طمع بیشتر رو طلب می کند و قناعت کردن شرط نیست. به همین مقصود من کوشیدم تا در این ماه رمضان و در اوقات گرامی نزدیک افطار که بهترین عبادت، عبادت فکری و مذاکره علمی است، در باب خداشناسی که همه ما مفروغ عنه میگیریم سخنی بگویم. برای همه ما مسائل سیاسی گاهی اولویت بیشتر دارد، پس از آن مسائل اجتماعی، مسائل فقهی، سوال کردن از احکام شرعی، اما نوبت خداوند که میرسد گویی که یکایک ما برانیم که ما او رو به خوبی میشناسیم، جای سوالی نیست، بحثی لازم ندارد و بهتر است که با همون درک‌های نخستین و آغازین و ساده‌ای که داشته ایم سر کنیم و کاوش و کنکاش بیشتری نکنیم. این رأی درست نیست و مخصوصاً از فرهیختگان، از اهل فضل پذیرفته و پسندیده نیست و همه سخنان ما هم در این باب بود. من خودم به خوبی واقفم و واقف بودم که به هر حال برهم زدن نظم پیشین و برقرار کردن نظم بعدی گاهی با تلاطم‌ها و لرزش‌های همراه هست که همه اونها مبارک هست،
و جای خود رو به یک آرامشی در یک سطح برتری خواهد داد و آدمی رو ارتقا خواهد بخشید. باری حرف ما این بود که درک آنتروپومورفیک انسانوار از خداوند درک صحیحی نیست. اغلب ما، اکثر ما خداوند رو به صورت یک انسان بسیار بزرگ، بسیار مقتدر، بسیار عالم، بسیار حکیم میشناسیم و گمان میکنیم که در مقابل خود چنین کسی رو داریم و وقتی دعا میکنیم، نماز میخوانیم، روبروی چنین کسی ایستاده ایم و لذا از او توقعات خاصی هم داریم و بر این توقعات داد و ستد خود رو با خداوند تنظیم میکنیم و در اثر همین توقعات یا این شناخت محدود و ناقص سوالات بی جوابی هم برای ما پدید می آید که حقیقتاً تا مدل رو و تصویر آغازین رو عوض نکنیم اون پرسش ها هم پاسخ عمیق و واپسین پیدا نمی کنند. خب این که خداوند رو کما هو حقه نمی توان شناخت و هر درکی از او داشته باشیم درک ناقصی است، سخن تازه‌ای نیست. این رو همه بزرگان ما گفتند، خود پیامبر اسلام علیه السلام که فریاد می‌زد که عجز من عاجز از معرفت خداوند هستم، ما عرفنا که حق معرفتک، اونطور که باید تو رو بشناسم و بشناسیم نشناختیم و همیشه هم طالب مزید علم بود، رب زدنی علما، خدایا دانش من، معرفت من رو افزونتر کن. تا بزرگان دیگری که هر کی به فراخور حال خودشون در این مقوله سخن گفتند و به ما گفتند که به هر حال یک نهنگ بسیار فربهی است که به طور این عقول تنگ ما نمی آید، نمی افتد و لذا نباید انتظار داشته باشیم که من جمعی انجهات بر او احاطه کنیم. شبیه دریاست که شما وقتی به شنا در دریا میرید دریا بر شما احاطه میکنند، نه شما در دریا، و هرچه هم پیشتر میروید احاطه او بر شما بیشتر میشود به جای اینکه شما بر او احاطه بیشتر پیدا کنید و نهایتا هم غرق میشوید و این استغراق نتیجه کار کسی است که میخواهد بیشتر به دریا نزدیکتر بشود، میرود و پایان کار خود رو میبیند. غزل خیلی زیبای سعدی که از اینجا آغاز میشود که برگذشت که بوی عبیر میآید، که میرود که چنین دلپذیر میآید، تا به اونجا میرسد که هزار جامعه معنا که من بپردازم، به قامتی که تو داری قصیر میآید. حالا این رو در مورد معشوق خودش، محبوب خودش میگه، اما بهترین مصداق برای این معنا و این بیان خداوند است. ما هر سخنی که میگوییم در حکم دوختن جامعه است، اما کسی رو در مقابل داریم که هزار جامعه معنا هم که بپردازیم باز به قامت او کوتاه میاد و برای او نا به اندام است. هزار جامعه معنا که من بپردازم، به قامتی که تو داری قصیر می آید. نگه به گوشه یا اون چشم نیمه مست مکن، کناره گیر که از اون گوشه تیر می آید. خب بنابراین سخن در این نیست، این قصه درست است، روشن است، متفق علیه است و مخالفی ندارد که خداوند رو چنان که او هست نمی توان شناخت، اما معرفت رو می توان بالاتر برد، دست کم پاره از غبارها رو می توان زدود و بعضی از پوشش ها و آلایش های نالازم رو میتوان از میان برداشت، رفع و حجاب میتوان کرد. گفته می که از خطرناکترینش این است که آدمی خدا رو به خودش تشبیه بکند. این هم از چیزهایی است که باز در معارف دینی آمده است. در کتاب محجت البیضا مرحوم فیض کاشانی روایتی رو نقل کرده است از امام باقر، خدا رحمت کند مرحوم آقای گلزاده قفوری رو، که معلم ما در دبیرستان علوی بودند و گویا من اولین بار این روایت رو از ایشان شنیدم، بعدها منبعش رو یافتم. روایت این است: کل ما میزتموه با اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم ولان النملت تظن ان لله زبانیته. هرچه که در ذهن خودتون می آورید
و با اوهام خود میسازید یک مخلوقی است مثل خدا، مثل خودتون، یک مخلوقی است مثل خودتون که به درد خودتون میخوره، یعنی اصلا نسبتی با خداوند نداره. و بعد نکته بعدی در این روایت این است که مورچه ها هم فکر میکنن خداوند دو تا شاخک داره. این همون دقیقا مفهوم تشبیه خداوند است. حالا مورچه انگاری میکنه، ما آدمیان انسان انگاری میکنیم. ولعل نملت تظن ان لله زبانیتین، مورچه ها هم فکر میکنن زبانیه یعنی شاخک، که خداوند هم دو تا زبانیه، دو تا شاخک داره. این معنیش این استش که برای یه مورچه خدا گویی که یه مورچه خیلی قوی تر و بزرگتر و با شاخک های نیرومندتر است. ما آدمیان هم خب البته چنین فکر میکنیم. لذا از اینجا باید قیاس گرفت و باید درس گرفت و در دام این مغالطه مهیب نباید افتاد که باعث میشود که ما تصویر ناروایی از خداوند داشته باشیم. براتون نوبت قبل باز گفتم و یادآوری میکنم قصه موسی و چوپان رو، که خب موسی عتاب کرد به چوپان که سخنت رو عوض کن، درکت رو و تصویرت رو از خدا عوض کن، و مولانا به ما گفت که فقط اون چوپان نبود که مقابل موسی قرار گرفت، همه چوپان هم به شرط اینکه یک موسی به اونها برخورد کنند، و در اون صورت خواهند فهمید که درک اونها و دریافتشون از خداوند چقدر ناقص بوده است. و بعد اون بیت رو خواندم برای شما که چند گویی چون قطا برداشتند، که نبودستان که میپنداشتند. وقتی که حقیقت بر شما متجلی شود و آشکار شود، اون موقع بارها زیر زبان خواهی گفت عجب ما چه فکر میکردیم و حقیقت چه بود، ما چقدر عقب بودیم، چقدر بیگانه بودیم و چه تصورات نادرستی داشتیم. خب این واقعیتی است که ما باید در مورد خودمون بشناسیم و بدانیم. نکته بعدی که نوبت قبل ذکر کردم تأکید بر این مطلب بود که یکی از مهمترین ارکان خداشناسی این است که خداوند تغییر نمیپذیرد. باز هم از کودکی این رو به ما آموختن، در درس‌های ابتدایی خداشناسی همیشه گفتن، در شعرهای نظامی هم به یاد دارید، اون که تغییر نپذیرد توی، اون که نمردست و نمیرد توی. اوصاف ساده و اولیه‌ای که برای خداوند برمیشه بردن یکی این بود که خداوند معرض حوادث نیست، یعنی هیچ حادثه‌ای در او تأثیری نمیگذاره، حادثه خرد و درشتی. دلیلش رو هم عرض کردم، دلیلش این است که همه جهان معلول اوست و معلول در علت تأثیر نمیگذاره، یعنی از پایین به بالا این جریان علیت وجود نداره، جریان از بالا به پایین است. خب گفتیم اگر چنین است و اگر که نمیتوان در اراده خداوند تأثیر گذاشت، پس منطق دعا چیست؟ ما میخوان با دعا کردن، با تضرع کردن، التماس کردن در خدا تأثیر بگذاریم، اراده او رو عوض بکنیم و او رو معرض حوادث قرار بدهیم. چنین تمنای محال است، نباید در پی این باشیم. بعد به دنبالش عرض کردم که حقیقت این است که اونی که باید تغییر بکند ماییم. آدمی وقتی که به یک درجه از قدرت روحی میرسد، به درجه از طلب و اضطرار و آتش میرسد، واجد یک انرژی روانی میشود، یا به تعبیر حکیمان ما میرسد به سطح فرشتگان، به سطح اون ارواح قادسه و عقول مجرده که میتوانند در این عالم تأثیر بگذارند و لذا مؤثر واقع میشود. ملاحظه بکنید در این مثالی است که خود حکیمان ما هم زدن، ما روحمون یا نفسمون در بدنمون تأثیر میگذاره، یعنی من وقتی که اراده میکنم برخیزم، اونگاه برمیخیزم، یعنی اراده من بدن من رو به حرکت برمیآورد. وقتی که من اراده میکنم بنشینم یا دستی دراز کنم یا راه بروم یا چه، این کار رو میکنم. اراده من در مملکت بدن من مؤثر است. حکیمان گفتن که آدمی با تقویت اراده، با تقویت نفس و با
ارتقا و ارتفاعی که پیدا میکنه چنان میشود که اراده او نه تنها در مملکت بدن خود او تأثیر میگذاره، در بیرون از بدن او هم میتونه تأثیر بگذاره. و شما میتوانید کما این که هستن کسانی که این کار رو میکنن، و من البته نمیخوام سخنم رو بر او مبتنی کنم، فقط دارم ذکر میکنم، با یه نگاه میتوانن چیزی رو تغییر بدن، جا به جا بکنن. این اراده آدمیست، این نفس آدمیست، این انرژی روانیست که میتواند در عالم بیرون از بدن هم تأثیر بگذاره. حسودان چنینند، با حسد خودشون میتوانند کسی رو زیر رو کنند، تأثیر روانی در کسی دیگری بگذارند. عالم روان و قدرت‌هایی که در اختیار اوست بی‌پایان است. اما هنگام دعا که میرسد، قصه این نیست که ما برویم و تمرین‌هایی بکنیم و از کسانی بیاد بگیریم و بیاموزیم که چگونه تقویت روح بکنیم، بلکه مهم این است که با توجه و با ذکر خداوند و با حلقین این معنا که ما یک قطره هستیم در این اقیانوس بزرگی که هستی نام دارد، و با برداشتن حجاب و مانع از میان خودمون و اون دریا، و حقیقتا دریافتن این که ما غرقه در این دریا هستیم، اونگاه ما به درجه ای از قدرت روحی میرسیم که میتوانیم، یعنی خواست ما همون خواست خدا میشود و ما میتوانیم تأثیر در عالم بگذاریم. این فوق العاده چیز مهمیست. این که در سخنان عارفان ما هم آمده است که خواست عارفان همون خواست خداوند است. این معناش همین است، یعنی بنده میتواند اینقدر به خدا نزدیک بشود که هرچه او میخواهد در حقیقت خدا میخواهد. چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقی. اینه دیگه معنوف، مفهوم ولایت، مفهوم قرب الهی، چیزی غیر از این نیست. باری در دعا کردن ما میکوشیم تا خودمون رو به این مرتبه از رفعت روحانی و از قرب به معنوی برخوردار کنیم، و اونگاه هست که دعای ما بدون تردید اجابت خواهد شد و به هدف اجابت اصابت خواهد کرد. بقیه دعاهایی که ما میکنیم حقیقتاً چنان که گفتم و بی تعارف کاریکاتور دعاست و دعای واقعی نیست، و اساساً هم نباید به دنبال این باشیم که همه وقت دعا کنیم، یعنی هیچ چیزی از خدا بخواهیم، قرار بر این نیست. ما باید همه وقت یاد خدا کنیم، همه وقت با او باشیم، حضور او رو احساس بکنیم، و از طریق ذکر گفتن و یاد او رو بر زبان، نام او رو بر زبان آوردن، رفته رفته یاد او رو در دلمون بنشانیم و مستحکم کنیم. بنده خوب خدا اون نیست که دائما از خدا چیزی میخواد، کسی است که همنشینی با خدا برای او لذت بخش است، هم سخنی با او لذت بخش است، و رفته رفته یه جهانی برای او و حول او پدید میآید که خدا در همه جای آن حاضر است. و این حضور الهی یک پیامدهایی در رفتار آدمی و در روان آدمی دارد. ولی آدمی که در سراسر روز اصلا یاد خدا نیست، فکر او نیست، یه دفعه مثلا بر اثر یک احتیاجی حالا بیاد و یه چند تا ذکری بگی یا چند تا دعای زیر لب بخونه، نباید انتظار چندانی داشته باشد از این دعا خواندن‌های تکراری و عادت شده که مسلما نتیجه چندانی هم نداره. گفتم حتی ما خیلی دعاها میکنیم و فکر میکنیم کار خوبی میکنیم، حقیقتش این هستش که دعای سرسری کردن، دعا سر بیحالی کردن، اهانت به خداوند است. نه تنها عبادت نیست بلکه اهانت است. به قول مولانا گفت که شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. حالا پادشاه اومده کنار تو نشسته، تو یه وقتی مغرور نشی و فریفته نشی و گمان نکنی همپای او و همزانوی او هستی، تو خود تو جمع کن، مؤدب بنشی. خب خداوند هست، همه جا هم با ما هست، زورم نمیگه، ولی این که من حواسم جای دیگه باشه و زیر لب یه ذکری و وردی بخوانم، خب این نهایت اهانت است، نهایت بیادبی است، ادب مقام نیست. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی رو به یاد دارم، در حسینی ارشاد یه وقت میگفتش که بعضی از مؤمنین میان پای سخن من مینشینن یا پای منبر کسی دیگری
یه قرآن جلوشونه، به قرآن نگاه میکنن، یه تسبیح دستشونه ذکر میگن، یه نگاهی هم به من میکنن که گویی به حرفای من گوش میکنن. این نه گوش کردن به سخنرانی، نه ذکر گفتن، نه قرآن خواندن، نه بهره بردن از وقت، نه عبادت، هیچی نیست. همه چیز رو سرسری گرفتن است و حقیقتا همینطوره. آدمی اگر یه کاری میخواد بکنه باید همون یه کار بکنه و همون یه کار رو هم مستمرن انجام بده و اونقدر انجام بده که ملکه او بشه، به طوری که بدل به یک خواست واقعی در وجود او بشه، تغییر در ذات او و روان او پدید بیاورد. یه روایتی هست که در نهج البلاغه هم هست و شبها تعلق به مولا علی هم دارد، بعد نیست ذکری بکنیم. ایشون میفرماید که قلیل مدوم علیه خیر من کثیر ممدود منه. یک کار کوچکی که انسان بر اون کار کوچک مداومت بورزد بهتر از کار بزرگی است که یک بار دو بار بکنه و ملول بشه و بعد رها کنه. توجه میکنید خیلی این مسئله مهمی است. قلیل مدوم علیه، کار اندکی اما به شرط اینکه رها نکنید. این کار اندک رو همیشه ادامه بدید، مثل یه باران ریزی که بر روح شما میباره، این خورده خورده این خاک رو حاصل خیز میکنه. اما فرض کنید دو تا بارون تند بزنه و دیگه تمام بشه، دیگه بارون نیاد، از اون بهاری بر نمیخیزه. این نکته فوق العاده مهمی است. دعا کردن هم برای آدمی همین حالتی رو باید داشته باشه. لذا سخن من خدای نکرده این نبود که ما از رحمت خدا مایوس بشیم و یا درگاه رو دعا نکنیم، اما مهم این بود که بدانیم کی و کجا باید دعا کنیم و چه انتظاری داشته باشه. من حالا چون این شبهای قدر ضمناً، یعنی بر حسب یک تقارن و تصادف تاریخی با شهادت مولا علی هم همراه شده، گرچه شب قدر شبی بود که به هر حال اولین بار پیامبر آیات آغازین وحی رو دریافت داشتن، اونچه که بر حسب مشهور سوره علق است، شب 24 ماه رمضان بنابر آنچه که در سیره اصحاب آمده است اولین آیات بر پیامبر نازل شد. پیامبر همچنان که میدانید ماهای رمضان به غار حرا بیرون شهر میرفت و خدیجه برای او غذا میبرد و ایشان در آنجا میماند، بنابر آنچه که نوشتن تحنس میکرد. حالا تحنس یا به معنای گوشه‌گیری و خلوتگزینی است، یا بعضی هم گفتن به معنای انفاق و صدقه دادن به دیگران است. باری عبادت میکرد، تأمل میکرد، مراقبه میکرد و ما به درستی نمیدانیم چه کار میکرد. و همونجا بود که بخت او شکوفا شد و شرح صدر پیدا کرد به تعبیر قرآنی و فرشته رو دید و اولین آیات وحی بر او نازل شد. شب قدر بود. همین هم هست که در قرآن هم آمده است که نانزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. قدر معانی مختلف داره، هم به معنای قیمت هست، به معنای ارزش هست، ولی به گمان من قول اون مفسرینی که قدر رو به معنای قدرت و معنای پاور گرفتند معنای مستقیمتر و معقولتری میرسد. شب قدر است، نایت آف پاور به اصطلاح، شبی که یک قدرت بیکران بر پیامبر تجلی کرد و اولین بار بود که عالم رو به یک چهره دیگری مشاهده کرد. جهانی رو دید که اولا ماورایی دارد، غیبی دارد، باطنی دارد، ثانیاً همه چیز تسبیح خداوند می کند، همه چیز ذکر او رو می کند، همه چیز خاضع او هستند. یک تجربه فوق العاده فربه و سنگین و مهیب که تمام عمر با او بود، همه اونچه رو هم که بعداً تشریح کرد پس از این تجربه. و چنین انگاشت کسی خداوند مستقیما داره به او سخن میگوید. این شب قدر، شبی که هم یک قدرت نامتناهی بر او تجلی کرد و هم پیامبر به اون قدرت پیوند پیدا کرد و تا پایان عمر هم این پیوند با او بود که همون سرمایه اصلی نبوت و رسالت او. بعدها بود که شهادت مولا علی اتفاق افتاد و روی همین شبها هم افتاد، مطابقت با اونها کرد. اما شب قدر بودن شب قدر با شهادت مولا علی دو تا مقوله کاملا جدا هستند و چنان که گفتم صرفا یک تصادف تاریخی اونها رو
باعث شده است. اما از اینها که بگذاریم، خب ملا علی امام نخستین شیعیان کتابی دارد به نام نهج البلاغه. اتفاقا این کتاب کتابی است که چنان که قبلا هم براتون گفتم به نام تقوانامه باید اون رو نامید، برای اینکه شاید کلیدی ترین مفهومی که در این کتاب مورد کاربرد امام علی و مورد توصیه ایشان است، مفهوم است به نام تقوا. هیچ حتم نبود که ایشان رو امام المتقین یا امام الموحدین می‌خوندن. این کتاب علاوه بر مواعظی که دارد و درس تقوا و شرم که بیان می‌دهد، کتاب توحید هم هست، یعنی سخنرانی‌های بسیاری دارند مولا علی که راجع به خداوند است. و اتفاقا نکات خیلی نقضی در این کتاب هست در باب توحید. اونقدر به لحاظ فلسفی سطح اونها بالاست که کسانی بعدها تشکیک کردند، گفتن این نهج البلاغه نمیتواند از کسی به نام امام علی باشه، برای اینکه این مفاهیم اصلا در زمان ایشون شناخته شده نبود. اینا چیزایی بود که بعدها فلاسفه به اونها رسیدن و اونها رو کشف کردن و بست دادن. حتی بعضی اصطلاحات هست که گفتن بعدها در آمد، ولی حقیقت بعضی ها پیشنهاد کردن که بعضی از اینها شاید ساخته و پرداخته کسی مثل ابن سینا باشد. نفس این تردید حکایت از این دارد که محتوایی در این کتاب هست که دست کم اگر بخواهیم برای او رقیبی پیدا کنیم، برای مؤلف او کسی باید مثل ابن سینا باشد، در اون سطح هست. من یک بخشی از نهج البلاغه رو اینجا آوردم که شب براتون بخوانم، که هم واممون رو نسبت به موقعیتی که شب قدر است و شهادت مولا علی ادا کرده باشیم، هم در تأیید پاره از سخنانی که قبلا گفته بودم از کلام علی سخنی برای شما بگویم، و هم بعد به دنبال بقیه بحثمون برویم که وعده داده ایم که در باره او سخن بگیم. ملاحظه بکنید این کلام 180 از نهج البلاغه است. ایشان صحابه‌ای داشتن به نام زعلب یمانی که آمد پیش امام و از ایشون پرسید که هل رأیت ربک، شما خدای خودت رو تا حالا دیدی؟ و پاسخ امام به او این بود که افاعبد و مالا ارا، مگه من میشه چیزی رو که ندیدم عبادت کنم؟ حتما دیدم که عبادتش میکنم، او رو نادیده پرستش نمیکنم. قال و کیف ترا، او گفت خب آقا چجوری دیدی خدا رو؟ به ما هم یاد بده، ما هم بریم ببین. بعد ایشون فرمود که لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقائق ایمان. چشم او رو نمی بیند ولی دل با چشم ایمان او رو می بیند. بنابراین خداوند رو می توان شهود کرد. بسیاری از اون معرفت هایی که فیلسوفان و متکلمان برای ما میگن معرفت عقلانی است که خوبم هست، اما تمام نیست. در کنار او و به موازات او ما معرفت شهودی یا ایمانی هم داریم، همون معرفتی که عاشق به معشوق داره. یک غیر عاشق معشوق رو نمیشناسه، ممکنه ظاهرش رو ببینه، سر و صورتش رو ببینه، حتی بری فشار خونش هم بگیره، این اطلاعات هم پیدا بکنه، ولی اینا شناخت معشوق نیست. عاشق با یه چشم دیگری معشوق رو میبینه، در اون چیزهایی میخواند و میبیند که بیگانگان و نامحرمان نمیبینند. همون که مولانا نسبت به شمست گفت، شمس تبریز تو را عشق شناست نخرد. خب لذا آدمیان میتوانن از یک مسیر دیگری، از یک دریچه دیگری هم به خدا راه بیابند، و این راهیابی اینقدر مستقیم است که میشه اسمش رو دیدن گذاشت، نه شنیدن، نه فهمیدن، خیلی نزدیکتر از او و مستقیمتر از او. ایشان در جواب زعلب یمانی گفتن که بله، من خدای رو که نبینم که نمیپرستم، اما او رو با دل من با چشم ایمان دیده است. خب حالا سخنانی بعد از این گفتن که من میخوام اونها رو براتون بخونم، که یعنی این خدای رو که علی با چشم ایمان دیده و شناخته است چه اوصافی دارد. اوصافش این هاست که الان براتون میخونم که به کار ما میاد. گفتن قریب من الاشیاء غیر ملامس، به همه چیز نزدیکه اما
هیچ چیزی با او برخورد نمی کند، یعنی جا رو بر هیچ چیزی تنگ نمی کند، همه جا هست. بعید و منها غیر مباین، از همه چیز جدا و دوره، اما در این حال دورم نیست، بینونیتی وجود ندارد. حالا سخنان بعدی ایشون مهمه برای من. متکلمون بلا رویه، خدا موجودی است که حرف میزند فکر نکرده. الان برای ما این خیلی سخن غریبی است و ما مایلیم که آدمی، آدمی البته، ولی خدا که آدم نیست، انسان نیست، آدمی بی فکر بی حساب حرف نزنه، سنجیده سخن بده. این چه وصفی است که ما برای خداوند بیاوریم؟ وصفی که مولا علی داره به صحابی خودش یاد میده. خدا از روی فکر حرف نمیزنه، اصلا فکر نمی کنه. در مورد خداوند کلمه متفکر به کار بردن پاک غلط است. فکر نداره اساسا. چرا نداره؟ برای اینکه ما با فکر کردن میخوایم مجهولی رو معلوم کنیم، چیزی رو نمیدانیم، مقدماتی رو بر هم می انباریم و در کنار هم می نشانیم تا به مجهولمون برسیم. اگر یک موجودی، اگر خدا همه چیز بر اون معلوم باشه، دیگه فکر کردن برای اون ناممکن است، نه تنها نامطلوب است، ناممکن. لذا وقتی که حرف میزنه از روی فکر کردن نیست، لذا خدا فکر نداره. اینو شما داشته باشید، چون من میخوام راجع به امر الهی براتون سخن بگم و بگم وقتی خدا امر میکنه، نهی میکنه، این امرانه از روی فکر کردن نیست، سنجیده نیست به معنای انسانی کلمه، ولی به معنای درستش میرسیم. مریدون لا به همتن، خدا اراده میکنه، اما نه اراده که همتی احتمامی ببرزد. ما به دنبال اراده بالاخره یه حرکتی باید بکنیم، خودمون رو تکون بدیم، یا نقشی اثری این اراده باید داشته باشه، یا در خود ما یا در بیرون از ما. من اگر بگم اراده کردم که برخیزم، بعد شما ببینید به همتون نشستم، خب به ما میگه خب این اراده چی شد پس؟ این اراده کردن با اراده نکردن چه فرقی داشت؟ اراده یک همت و اهتمامی همراهشه، ولی خداوند اراده داره و همت نداره، نه فکر داره نه همت نه اهتمام. همینجا شما این تفاوت‌های خیلی مهمی رو که با آدمی داره در نظر بگیرید. بعد همسان اون لا به جارحته، خداوند سازنده است اما آلات و ادوات ندارد. بی آلات و ادوات چیزها رو می‌سازه. و بالاخره بصیر لا یوسف و بالحاسه، خداوند بیناست اما چشم نداره. رحیم لا یوسف و بالرقه، رحیم است اما رقت قلب نداره. خب اینها همون نکاتی بود که من قبلا هم اجمالا برای شما گفته بودم. گفته بودم رحمت خداوند رو به معنای رقت قلب نگیرید، به معنای نرمی دل، سوختن دل، شفقت آوردن نگیرید. اینجا از کلام مولا این رو خواندم که مطمئن باشید که صراط مستقیم همین است، مطمئن باشید که سخن حق همین است. این حرفی نیست که کسانی از سر هوا یا از سر بیعقلی زده باشن. رحمت الهی رو مثل رحمت آدمیان تفسیر نکنید، این که رقت قلبی باشه و سوختن دلی و نه نه، اینا اصلا در شأن خداوند نیست و چنین تصوری نسبت به او کردن پاک باطل است. همچنین اراده خداوند، خداوند اراده دارد، مرید است و از اسماء الهی مرید بودن است، اما ارادهش مثل اراده ما نیست. و مهمتر از همین که در اراده او تغییری، تحولی، تجددی رخ نمی دهد، ارادهش عوض نمی شود و اراده های بسیار ندارد که شما فکر کنید امروز یه اراده میکنه، فردا یه اراده دیگری میکنه، یا اراده خودش رو عوض میکنه، یا اگر من از او خواهش بکنم به خاطر من عوض میکنه. نه، این سخنان هم همه باطل است. گفتم وقتی که این رو انسان میگه، کسی مثل مولا علی رو میگه که شب و روز عبادت خدا میکرد، برای کسی که با یه خدای انسانوار خو گرفته خیلی درکش سخته که خب پس ما با کی داریم حرف میزنیم، ما با کی روبرو هستیم و چرا اساساً با چنین کسی ما کاری داشته باشیم، او که کاری به ما نداره. خب ببینید، این عبور از اون مرتبه پیشین به مرتبه پسین یه جهدی میخواد، جهادی میخواد و اراده و عزمی و همتی میخواد تا
آدمی رفته رفته این شناخت رو عوض کنه و به شناخت راستینی برسد. دست کم از بزرگان، از پیشوایان این راه باید بشنود که اونها خدا رو چگونه میشناختن. کسی که امام الموحدین نام گرفته است از خدا چه درکی و تصوری داشته و اون وقت چه عبادتی میکرده است و در مقابل این خداوند چگونه از شرم یا از خوف میلرزیده است و بر خوف عاقبت و بر سوء عاقبت این همه خائف بوده است. همه اینها بوده، عابد بوده، در عابد درجه اول بوده، اما این اوصاف انسانواری که ما از خدا داریم اساساً برای او نبوده، به دیگران هم آموزش میداده است که خدا رو اونچنان نشناسند. تقریباً تا اینجا رو نوبت قبل من براتون گفته بودم و این دفعه هم به اختصار اونها رو بازگو کردم و هم کلام مولا رو خوندم که برای شما متقن‌تر و مسلم‌تر شود که چنین خداییست. باز هم تکرار میکنم، در مقابل خداوند اونی که باید عوض بشود، اونی که باید اراده بکند، اونی که باید همت بورزد ماها هستیم. یک نقشی، یک قاعده خداوند در این عالم نهاده است که وقتی شما همت ورزیدید گویی که او همت ورزیده، وقتی شما اراده کردید گویی که او اراده کرده است و اثرش ظاهر می شود. شعر حافظ رو براتون خواندم که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارد، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. ملاحظه میکنید؟ شمایید که باید پیش طبیب برید، شمایید که باید دردمند باشید تا طبیب به سراغتون بیاد، شمایید که باید هستید که باید بسوزید تا این سوختن شما شما رو به مراد برساند. بدون این اهتمام، بدون این اراده شما به جایی نمیرسید. این اهتمام و این اراده و آثاری که بر اونها مترتب است، همه اینها رو خدا نهاده است. شما رو یادآوری میکنم، باز خدا رو یه جای دوری تصور نکنید. خدا درون ماست، خدا در باطن این عالم است. این چیزا همه از او میجوشد و بیرون میاد. فکر نکنید که او یه جای دوری نشسته، ما باید دورخیز کنیم بریم خودمون رو به او برسونیم. اون جایی ننشسته، او همین جاست. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. قصه ماست که دوریم، قصه او نیست. او نزدیک است، او با ماست، او در ماست، ما در او هستیم، کنار ماست، آمیخته با ماست، قاطی با ماست، قاطی با دنیاست. اینا رو فراموش نکنید. هی این متافیزیک بعد رو و فراق رو برای خودتون بزرگ نکنید که اون کجا، ما کجا. نه، ما پیش همیم، ما با همیم، ما در کنار همیم، از هر کسی به ما نزدیکتر است. این رو فراموش نکنید. بارها اگر این رو شما تلقین کنید به خودتون، اون وقت این نعمت رفاقت با خدا، مجالست با خدا رو پیدا میکنید. و معنی ذکر همین است. معنی ذکر چیز دیگری نیست. محی الدین عربی یه جمله خیلی مهمی داره در کتاب فتوحات مکیه، میگوید که ما فاصله مون با خدا فاصله علمیه، یعنی از جنس آگاهیه. ما نمیدونیم کنار خدا هستیم، ولی کنار خدا هستیم. اگر این فاصله، این ندانستن برخیزه، ما اصلا به هم اتصال پیدا میکنیم، ما یکی میشیم. قصه رو که عطار در منطقه تر داره قبلا براتون گفته بودم. شاهزاده خانومی بود که عاشق یکی از خادمان خودش بود، یکی از غلامان خودش بود. خب شأن سلطنت و شاهزادگی که اجازه نمیداد اظهار عشق بکند به این خادم، به یکی از ندیمه های بسیار نزدیک خودش داستان عشق خودش رو گفت. او گفت من وصال رو بین تو و او ترتیبش رو میدهم بدون اینکه اصلا به شأن و مقام شما صدمه ای بخوره. به هر حال رفت و با لطایف هیئر این غلام رو مست کرد، خیلی مست کرد که دیگه غلام اصلا
نمیدانست کیه و کجاست و شبانه این را آورد نزد این شاهزاده خانم. یک شب با این شاهزاده خانم سر کرد و بعد دوباره بردنش سر جای خودش خوابوندن در اتاق خودی. صبح که از خواب بیدار شده بود و مستی از سرش پریده بود، از خودش میپرسید که من دیشب کجا بودم. از یه طرف هر چی با خودش فکر میکرد میگفت من کجا، شاهزاده خانم کجا. از یه طرف هم باز میگفت نه واقعی بود، من واقعا اونجا بودم. یک حیرتی به او دست داده بود که نمیتونست بالاخره تصمیم بگیره و داوری کنه که در کجا بودم. حالا من این قصه رو عوضی گفتم، یه قصه دیگه باید میگفتم براتون، حالا بعد نبود این رو هم گفتم که مقام حیرتی بود. حالا اون قصه اصلی رو براتون بگم. باید یه قصه، ولی اینم مال مقام حیرته که وقتی کسی به خدا میرسه به اینجور حیرت میرسه، میگه من کجا، اون کجا، من با او بودم، من با او نبودم. از یه طرف احساس میکنی که 100% بوده، برای اینکه علائم خیلی قطعی در ازت هم نه. اما قصه دیگرش اینه که مولانا میگه و گویا در عطار هم هست که پادشاهی خوابیده بود و در خواب میدید که یک غلامه، یه نوکره و اربابش انواع ظلمه ها را نسبت به این روا میداره و خیلی قلدر و زور بود. دائما در خواب آرزو میکرد که ای کاش من غلام نبودم، من پادشاه بودم که کسی نمیتونست اینقدر به من زور بگی. بعد عطار میگه فاصله او با پادشاهی همین بیدار شدن از خوابه. اون کافیست از خواب بیدار بشه تا ببینه واقعا پادشاهه. اما چون خوابه از پادشاهی، یعنی فاصله از جنس آگاهی گرفته است. ما خوابیم ولی ما همون پادشاهیم. ما با خداییم، ما در خداییم، فقط این حجاب جهل و خفتگی ما رو از او جدا می‌داره. هر چی که سعی کنیم که این رو بشکافیم، این حجاب رو، و به اون نزدیک‌تر بشیم، ما سعادتمندتر و رستگارتریم. یک کتابی بود که من سالها پیش وقتی که در لندن تحصیل می‌کردم، وقتی که دانشجو بودم، یک سفر علمی ما رو بردن به دانشگاه کمبریج. من اون موقع هنوز شیمیست بودم و شیمی می‌خوندم. رفتیم در کمبریج، کنفرانس شیمی بود و شیمیدان‌ها همه اونجا بودن. شب که اتاق‌ها رو قسمت کرده بودن، اتاق یکی از دانشجویانی که به مرخصی رفته بود به من دادن. رفتم در این اتاق و میان کتاب‌های این دانشجویی که به مرخصی رفته بود نگاه میکردم، به نظر میومد که دانشجوی اقتصاد باشه، کتاب‌های اقتصادی باشه. اما یک کتاب میون کتاب‌های او بود که نظر منو جلب کرد. برداشتم و چند صفحهشو خوندم و دیدم فوق‌العاده است. فردا که آمدم بیرون رفتم و از یکی از کتاب فروشی‌ها اون کتاب رو خریدم که تا امروز هم با منه و عزم بر ترجمه اون کتاب کردم و به تدریج این رو ترجمه، که این ترجمه منتشر نشده، ناتمامم هست، ولی هیچ وقت این رو من فرو ننهادم. به دیگران هم این کتاب رو معرفی کردم. اخیراً هم از ایران یک کسی برای ما نوشته بود که به دنبال همون معرفی ها که تو کردی ما رفتیم کتاب رو یافتیم و همش رو ترجمه کردیم و ترجمه کتاب رو برای من فرستادیم. حالا شما میپرسید این کتاب چیه؟ این کتابیست که مؤلفش هم معلوم نیست و خود مؤلف میخواسته که نامش پوشیده بماند. و کتاب در قرن 14 در انگلستان در میدلند نوشته شده، یعنی تقریبا 6-7 قرن پیش. کتاب اسمش است The Cloud of Unknowing، ابر ندانستن، ابر جهالت. دقیقا من البته ترجمه‌ای که از این عنوان این کتاب کردم این از سحاب احتجاب، چون کتاب خیلی کتاب فاخری است و ترجمه هم باید بسیار فاخر باشه. من هر چی که در توان داشتم در ترجمه گذاشتم که به استایل و به ادبیات عارفان پیشین ما نزدیک باشه. امیدوارم این رو به پایان برسانم. اسم کتاب این است The Cloud of Unknowing و به قول مقدمه نویس اون کتاب، خود مؤلفش هم خواسته که در Cloud of Unknowing بماند، یعنی کسی نداند که او چی بود. تمام آرگومنت، تمام حرف این کتاب همین است که بین ما و خدا یه ابری هست، ابری از جنس ندانستن، همون که الان میگفتم، یک حائلی و مانعی
از جنس ناآگاهی. او میگوید این ابر تا ما در این جهانیم از میان نخواهد رفت. البته دائما تکرار میکند که باید دشنه‌ای برداری و به این ابر بکوبی 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 تا سوراخ کنی، بلکه خدا رو در ورای او ببینی و بیابی. منتها میگوید که این روزی آدمیان نیست، مادامی که در این حیات، حیات دنیا به سر میبرند. وقتی که به جهان دیگر رفتیم، اون هم برای کسانی که اهل زندگی مراقبه هم، contemplative life، برای اونها میسر خواهد شد. باری میخوام بگم این تشخیص، حالا چه او رو کلاود آف انوینگ بنامید و چه حجاب ناآگاهی یا پرده بیخبری، این وجود دارد و بین ما و خدا یک چنین چیزی، فاصله واقعی وجود ندارد. فاصله از جنس ذهنی است. ما نمیدونیم که پیش اونیم و کنار او هستیم، ولی واقعا هستیم، اما نمیدونیم، نمیفهمیم، حس نمی کنیم. باید به ما دائما بگن که والله بالله فاصله نیست. با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم. رفتم زمیان و پس تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. مادامی که این حجابی که از جنس منیت است در میان ما باشد، خب این فاصله برداشته شدنی. چقدر خوبه که آدم اینو بفهمه و به او اطمینان بدهند که با بزرگترین موجود این هستی که خداوند باشد، که تمام هستی است، اینقدر نزدیکه، به شرط اینکه خودش حجابهای دیگری بر او نریزد و نیفکند. یعنی تصور اینکه او مثل یک انسان است، اونا همون حجابهایی است که ما رو دائما از او دور میکنند. خب حالا برگردیم به مطلبی که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم. خب اون جمله که شب نخست برای شما در آغاز سخن خواندم دوباره تکرار میکنم: خداوند به ما فرمان داده است که روزه بگیریم و اگر از فرمان او سرپیچی کنیم گناه کرده ایم و مستوجب عقوبت حق خواهیم شد. این که خدا به ما فرمان داده است، تا کنون در باب خدا سخن می گفتیم و عبادت کردن خدا و دعا کردن و خواندن. گفتم چند تا واژه کلیدی در اینجا هست. واژه دوم فرمان الهی است. خداوند چگونه امر می کند، چگونه نهی می کند، به چه معنا ما باید امر و نهی خداوند رو بفهمیم؟ خب باز همونطور که نوبت قبل عرض کردم، اگر ما به جای خداوند بنشانیم سلطان، بنشانیم حاکم، این جمله معنای بسیار روشن و مستقیمی پیدا می‌کنه. و به قول مولانا، خسرو شیرین جان نوبت زد است. می‌دانیم که معنیش چیه. لاجرم در شهر قند ارزان شد. شهر ما فردا پر از شکر شد. شکر ارزان است، ارزان تر شد. خب این که خسرو شیرین جان نوبت بزنه یا دستوری بده، امری بکنه، مفهوم روشنی است برای ما. ولی خدا امر بکنه یعنی چی؟ سوال اینجاست. این خدایی هم که اکنون شناختیم که امر و نهیش نباید مثل امر و نهی آدمیان باشه. هیچ چیزش مثل آدمیان نیست. اگرم سخن میگه، سخنش از سر فکر و رویه نیست. و تازه سخن گفتن هم برای او به معنای سخن گفتنی نیست که آدمیان میگوی، یعنی لفظ به کار نمیبرد، حرف به کار نمیبرد، زبان ندارد، ذهن ندارد، هیچ کدوم اینها رو ندارد. لذا خداوند به چه معنا امر میکند و نهی میکند؟ خب این رو قدری بکاویم. ببینید، من میخوام خدمت شما عرض بکنم که خداوند نه امر میکند نه نهی میکند، هیچ کدوم اینها نیست. اینا همه از شؤون انسانیست، متعلق به عالم آدمیان است. به چند دلیل خداوند امر و نهی نمی‌کنه. اول اینکه خداوند متکلم نیست به معنایی که ما متکلمیم، همچنان که گفتم ذهن و زبان ندارد. و اگر فکر کنیم که امر و نهی در صیغه امر و نهی باید جاری بشود، چنین صیغه‌ای یعنی برو، بکن، بشنو، بیا، بن، چنین صیغه‌هایی بر زبان خداوند که زبان هم ندارد جاری نمی‌شود. اگرم امر و نهی باشه، دیگران میکنن به نام خداوند، ولی خود خداوند مستقیما امر و نهی نمیکنه. این رو من بعدن وقتی که نوبت به بحث گناه و عقوبت رسید انشاءالله بیشتر خواهم شکافت.
که اصلا نسبت و رابطه خداوند با جهان رابطه اعتباری نیست. یعنی امر خدا اگر امر واقعی باشه نمی شود که مورد مخالفت قرار بگیره، اگر نهی واقعی باشه. این امر و نهی بشری است که آدمیان میتونن مخالفت بکنن. یعنی پادشاهی به شما بگه کاری بکن، شما نکنید و زیر بار نرید. اما اگر خداوند بگه بشود، خب میشود. اگر هم بگه نشود، وقت نمیشود. همچنان که در نهج البلاغه هست، امر او قضا آن. امر خدا همون تقدیر الهی است، نه از جنس امر و نهی که میان آدمیان هست. اما مهمتر از این، چون بحث کلام الهی خیلی طولانی است، اما مهمتر از این، از امر و نهی ما مقصدی داریم، آیتی داریم. یعنی امر میکنیم که دیگری مثلا اطاعت بکند، وقتی اطاعت کرد به نتیجه‌ای برسد. در زبان دینی اطاعت کند تا بهشت رو نصیب ببرد و اگر اطاعت نکرد عقوبت بشود. ولی خب همونطور که متکلمان گفتن، فیلسوفان همه گفتن، خداوند در کارهای خودش هیچ مقصد و مرادی ندارد. اینم باز یکی از همون نکاتی است که ما باید به یاد داشته باشیم. خداوند شبیه آدمیان نیست. ما آدمیان تو کارمون مقصد داریم، کاری میکنیم، تصمیمی میگیریم تا به نتیجه برسیم. در مورد خداوند همچی چیزی صادق نیست. من بارها دیدم کسانی از من میپرسن خدا دنیا رو برای چی آفرید؟ آدم رو برای چی؟ برای هیچی. اصلا برای وجود ندارد در مورد خداوند. برای وجود ندارد. خداوند هیچ غایتی ندارد، غرضی از خلقت ندارد. این ماییم که اگه میز میسازیم میگیم برای این است، اگر صندلی میسازیم میگیم برای آن است، اگه کامپیوتر میسازیم میگیم برای آن است. برای چیزی است که الان نداریم. از طریق ساختن این، الان من ندارم چیزی که روش بنشینم. یک صندلی میخرم یا میسازم که روی او بنشینم. من چیزی ندارم که با او حساب کنم یا ایمیل بفرستم. یک کامپیوتری میسازم، میخرم که این کارو. همیشه کسی غایت و مقصد دارد که همه چیز رو ندارد. اما اگر موجودی همه چیز رو داشت، دیگه او کارش تابع غایات و مقاصد نیست. درست شبیه میمونه که یه کسی میره آموزش، میره کلاس که یه چیزایی رو ندونه. اگه یه کسی همه چی بدونه که دیگه نمیره پای صحبت معلم، نمیره کتاب بخونه، همه چی رو بلده دیگه. خداوند همه چیز رو دارد، لذا در فعل خودش هیچ غایت و مقصدی نداره. ببینید وقتی ما با خودمون قیاس میکنیم خیلی چیز بی‌معنی به نظر میاد. مگه میشه آدم تو کار بیخودی بکنه؟ واقعا من میخوام بگم به یک معنای انسانی دقیقا همینطور است. یعنی اگر اون چی که ما مقصد و غایت و مراد و غرض میشماریم، نه این چیزا اساسا در خداوند راه نداره. تعبیری که متکلمان و فیلسوفان به کار میبرن این است، میگن افعال الله معلل به اغراض نیست. یعنی هیچ غرضی باعث نمیشود که خداوند یک کاری رو بکنه. ما اغراضمون باعث میشه که یک کاری بکنیم. شما اومدید اینجا، مثلا غرضتون اون بوده که به یه سخنرانی گوش بدید، او بوده که شما رو راه انداخته که آمدید به اینجا. میرید چیزی میخرید، غرضتون این بوده که چیزی بگیرید که بخورید و سد جوع کنید. اون غرض نقش علیت داره، تأثیر میگذاره در شما تا شما رو به یک فعلی وادارد. هیچ چیزی نمیتونه در خداوند تأثیر بگذاره و نسبت به اون نقش علیت بازی بکنه. بنابراین خداوند هیچ غرضی در رفتار خودش نداره، هیچ غرضی نداره. در خلقت عالم، در خلقت انسان، در فرستادن پیامبران، در تشریع شرایع، هیچ کدوم اینها از اغراض باری نیست. به همین دلیل است که فیلسوفان ما رفته رفته با توجه به اندیشه‌هایی که عارفان داشتند، خداوند رو نه به صورت یک فاعل بالقصد تصویر کردن و شناساندن، بلکه خداوند رو به صورت یک چشمه شناساندن که این چشمه می جوشد بدون اینکه غرضی داشته باشه، از فرط پری. و اون تعبیری که در مثنوی هست، گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. خب گنج مخفی بود، سپری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. ببینید اصلا نمیگه که به خاطر چیزی، میگه از فرط پری شکافت و ریخ بیرون.
دقیقاً به این معناست، نه اینکه به خاطر چیزی. ببینید همه خلاقیت ها اینطوریست، فقط خلاقیت در مورد خداوند نیست. یه شاعری که شعر میگه برای چیزی شعر نمیگه، شعر میریزه بیرون. یه همون حرفیست که میگن هنر برای هنر، که خیلی حرف درستیست و بعضی هم خوب درک نکردن، میگن نه هنر باید برای مقصدی باشه، برای راهنمایی خلق باشه، برای مبارزه با امپریالیسم باشه. من کاری با اونا ندارم، اونا هم یه جور هنره، اما هنر واقعی هنریست که فقط برای هنر باشه، تابع هیچ قصد و غرضی نباشه، فقط معلول نفس جوشش هنرمند باشه که جار و فضا رو برای تنگ میکنه و ناچار بیرون میریزه. من فکر نمیکنم، به همین دلیلم برای هنرمندا اصلا عیب نمیشه گرفت، ایراد نمیشه گرفت، برای اینکه خلاقیت جزء کارهایی است که تابع احکام اخلاقی قرار نمیگیره، چون قصد و نیتی درش نیست. نفس بیرون ریختن و گشایش و شکافته شدن ضمیر و زبان یک شاعر است. من فکر نمی کنم حافظ مثلا شعراش رو به قصدی گفته باشد، درگیر می شده است. خدا بیامرزه مرحوم اخوان ثالث رو، می گفت که شعر گفتن نوعی نبوت است، وقتی که شعور نبوت بر شاعر غلبه کرده است و سایه افکنده است. و بعد این نکته که از همه به گمان من مهمتر، گفت شاعر در این شعور غافلگیر می شود، یعنی گویی از خودش اراده‌ای نداره، این شعر بر او می بارد و او بدون اینکه بتواند کنترل کند اینها رو بیرون می‌ریزد. و این کاملا درسته. من این رو به شما عرض بکنم، کسانی که چیز رو خلق میکنن، پس از خلق وقتی که به اون مخلوق خودشون مراجعه بکنن، یه درک تازه پیدا خواهند کرد، تازه خواهند فهمید چی خلق کردن. وقتی که در پروسس و در عمل خلاقیتن، تمام وجوه اون امر برشون مکشوف و گشوده نیست. شاعر اینطوره، هنرمند اینطوره، نویسنده اینطوره، در اون لحظات ناب خلاقیت. ما البته آدمی هستیم، محدودیم، هزار محدودیت داریم. من فقط این مثال رو برای شما زدم که بگویم که چطور است که وقتی میگیم یه چیزی غایت نداره، فکر نکنید خیلی بده و بیخوده و بیهوده است. اتفاقا عالی ترین فعالیت های انسانی اوناست که غایت نداره. وقتی که شما میاد پایین تر و مقصدی دارید، مقصودی دارید، حالا میخواد دنبال سلامت باشید، دنبال طعام باشید، خوراک باشید، پوشاک باشید، تربیت فرزندتون باشید، سیاست باشید، تدبیر ملک باشید، اینا همه فعالیت‌های غایت دار. کار ملک است اون که تدبیر و تأمل بایدش. رند عالم سوز را با عافیت جویی چه کار؟ اینو یادتون باشه، این عافیت جویی همون کار بی غایت است. رند عالم سوز را با عافیت جویی چه کار؟ کار ملک است آن که تدبیر و تأمل باید. بله کار ملک نه، سیاست. سیاست خیلی تدبیر و تأمل میخواد. بی گدار که به آب نمیتوان زد، هزار داده لازم دارید، معلومات، تدبیر، تفکر. ولی خداوند کارش بی غایت است، به این معنا که من براتون گفتم که خلاقیت اصلا غیر از این است. گنج مخفی است، چاک میکند، میشکافد، چشمه است، میجوشد و میخروشد، مثل یک آتش فشان یک مرتبه خروش برمیآورد و بیرون میریزد. اما چون خداست، مهم اینه، چون خداست هر چی بیرون میریزه زیباست. یه شاعری وقتی که شاعر واقعی است، ولو اینکه خودش ناآگاه هست به پروسه خلاقیت، اما هر چی بیرون میریزه شعر واقعی است. ممکنه بنده هم همینطوری یه هوا نباشه یه چیزی بگم، ولی خب میشه یاوه. اما یک شاعری که شاعر واقعی است، یک هنرمندی که هنرمند اصیله، لازم نیست نظارت تام و تمام و غرض و غایتی در کارش داشته باشه، اما خود اون زایندگی و آفرینندگی به دلیل اینکه تکیه دارد بر یک ذات زاینده یا آفرینندهی که واجد همه کمالاته، و اون مخلوق او واجد کمالات و حسنات و زیبایی ها می شود. بدون اون که خواسته باشد، به معنای بشری کلمه، بدون اون که اون خواسته باشد، ولی چنین می شود. لذا اون چی که ما در باب فعل باری میگیم منظور این بوده، منظور بوده، واسه خودمون میگیم. مثل اون بابایی که میگه خدا خورشید رو خلق کرده که من وقتی لباس رو میشورم آویزون کنم خوش بشه. خب حالا شاید، ولی واقعش این خدا برای این خلق کرده، هر کی از دید خودش میگه.
یه کسی میگه خدا نفت رو در دل زمین خلق کرده که ما آدمیان امروز رو جدن یکی از اقوام ما بود، ما رو خدا خیلی دوست داشته، گذشتگان رو خیلی دوست نداشت، ما رو خیلی دوست داشته، نفت رو هم خلق کرده توی زمین گذاشته که همین 100 سال اخیر اینا پیدا شده، کشف شده و زندگی صنعتی شده. گفتم بارک الله به اون خدایی که تو داری با اون فهمی که از این عالم داری، ولی خب اینجوریه، نه اینا رو ما درست میکنیم، اینا رو در نسبت با خودمون میسنجیم. اون شعر خیلی لطیفی که مرحوم سبزواری در حواشی اسفار میگه، دریا به هوای خیش موجی دارد، خس بندارد که این کشاکش با اوست. این دریا موجی میزنه دیگه، یک خس و خاشاکی هم رو آب فکر کنه، دریا باره با اون بازی میکنه، خیلی هم غرور میگیرتش که این دریای به این بزرگی با من خار و خاشاک به این کوچیکی ببین چه میکنه، هم رقص شده با من، وارد یک ارکستر شدیم. دریا به هوای خیش موجی دارد، خس بندارد که این کشاکش با اوست. در بسیاری از موارد ما همون خس و خاشاک رو دریا به ما چه کار داره؟ داره کار خودشو میکنه. ما فکر میکنیم بارون میاد واسه ما میاد، برف میاد برای ما میاد، نفت برای ما، آفتاب و خورشید برای این خبران نیست. اینا پپسی وا کردن برای خوده. البته اینا فایدهشون به ما هم میرسه، ولی نه اینکه واسه این با آفریدنشون. برای چی ما چنین تصوری داشته باشیم، اینقدر خودمون رو بالا بگیریم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری و غفلت نخوری؟ آره اینا در کارن و باعث هم میشن که ما یه نانی به کف بیاریم و غفلت نخوریم، اما اگر فکر کنیم که اینا تمام وجودشون به خاطر خدمت به ماست، خب یه مقداری زیاده روی کردیم، پامون رو از گلیم خودمون بیرونتر یعنی دراستر کردیم. خیلی این عالم درش اتفاقاتی میفته، ما اگر همه رو به ریش خودمون بگیریم که این شد به خاطر من، اون شد به خاطر من، اینا زیاده رویست. به هر حال خداوند مقصدی به معنای غایت بشری داشتن در کارش نیست و تمام نفس خلاقیت اصلا بیرون ریختن این مخلوقات است. و این است که میگن خداوند فاعل به تجلی است. اگر شنیده باشید میگن خداوند فاعل به قصد نیست، یعنی مثل آدمیانی قصدی نمی کنه و بد کاری رو انجام بده، بلکه تجلی می کند در این عالم و تجلیش همون مخلوقات هم که میبینیم، شبیه همون چشمهی که میخروشد و آب بیرون میریزد. سوم این که امر و نهی کردن خداوند، امر و نهی موجب تغییر در ذات باریست و تغییر در اراده اوست که اینا هم هیچ کدوم در خور مقام الهی نیست. خب پس قصه از چه قرار است؟ یک کسی یه باری از من میپرسید که آقا شما چرا نماز میخونی؟ حالا من جوابی که به او دادم با یک کمی کاملتر اینجا خدمت شما میگم. گفتم برای اینکه، اصلا نگفتم چون امر خدا من است، گفتم برای اینکه تجربه پیامبر بوده، من شرکت در تجربه پیامبرانه میکنم. البته نماز خوندن فرصتی هم هست برای من تا با خدا حرف بزنم، تا درباره خودم تأمل بکنم. علامت این هم هست که من عضو یک مجموعه بزرگ به نام مجموعه مسلمانان و ابراز هویت میکنم از این طریق، احراز هویت هم میکنم از این طریق، همه اینها رو نشان میدهم. بهره‌های معنوی هم از این شریک تجربه پیامبر شدن البته میبرن. گفت خب پیغمبر چرا نماز میخونده؟ گفتم آها، پیغمبر نماز میخونده چون او در تجربه خودش همه ی عالم رو در حال تسبیح دیده، اصلا بی اختیار به نماز افتاده، بی اختیار به سجده افتاده است. او مقلد نبود، من مقلدم، او مقلد نبود در نماز خواندن خودش، تجربه فربهی کرد، همون تجربه که ماه رمضان و شب قدر رو برای او ساخت. همه ی عالم رو دید در حال تسبیح خداوند که چند بارم در قرآن آمده است، یسبح لله ما فی السماوات و الارض و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی نیست که تسبیح خدا نگوید ولی شما تسبیح اونها رو درک نمی‌کنید، ولی پیامبر این کارو کرد، درک کرد. محال است که شما یه جهانی رو ببینید که همه تسبیح می‌کنن، مرغ تسبیح خوان و من خاموش، شما هم به تبع خم میشید اصلا و نماز میگذارید. پیامبر از سر اون تجربه به سجده افتاد، به خضوع افتاد و نماز گذارد.
حالا ما که این تجربه رو میبینیم چه تجربه خوش عاقبتی بوده، از چه منشأ و مبنای عالی و متعالی برخواسته است. حالا دیگه ما عزم هماهنگی با پیامبر و هماهنگی با کل جهان میکنیم، در تسبیح این یونیورس شرکت میکنیم. بسیار تجربه نشاط انگیزی است. به این معناست اشکالی نداره که کسی بگه من به امر خدا سجده میکنم و نماز میکنم، ولی حقیقت این است که پیامبر پس از اون تجربه او ما را امر کرد که نماز بخونیم. او گفت صلوا کما ترونی اصلی، اینجوری که میبینید من نماز میخونم شما هم نماز بخونید، همینطوری خم بشید، همینطوری رکوع برید، همینطوری سجود برید، این اذکار رو بگویید، که البته آمیزه از معرفت و هویت. ما به این دلیل تبعیت میکنیم و نماز میخوانیم، نماز بسیار معنی دار. ببینید دین تمام اوامر و نواهی که ما در دین داریم اوامر و نواهی پیامبر است، اما چون خدا پیغمبر قبول داشته و چون در اون نشسته بود امر و نهی او، امر و نهی خداست، اما خدا مستقیما امر و نهی نمی کنه. درست شبیه این است که میگیم میوه آلبالو میوه درخت آلبالوست، ولی اصلا کل درخت خدا آفریده، اما خدا مستقیما آلبالو نمیگه. اگه به خدا آلبالو بوده چیکار میکنه؟ یه درخت آلبالو خلق میکنه، بعد اون درخت آلبالو آلبالو میده. ولی آلبالو هم بالاخره آلبالو مخلوق خداوند نهایتا. ملاحظه بکنید پیامبر این رو خودش به چند زبان به ما گفته است. یکی این که روایتی است، ایشون گفتن اگر مسواک کردن برای امت من مشکل نبود، شاق نبود، امر میکردن که مسواک کنن. این اگر امر میکرد واجب شده بود، ما باید مسواک میکرد، توصیه کرده است، توصیه اکید، اما واجب نکرد. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم امرتهم بالسواک، اگر مشقت نداشت برای امت من امر میکردن، واجب میکردن که همه مسواک، درست مثل نماز. اما چون پیامبر واجب نکرد، واجب هم نشد، این امر و نهی او بود. در روایات دیگه داریم که هم شیعه نقل کردن، اهل سنت مرحوم شاولی الله دهلوی اینو نقل کرده، خیلی بهش اهمیت داده، میگوید که نشسته بود پیامبر با پاره از اصحابشون، قصه حج در میان بود و اینکه حج واجب است. یکی از صحابیان پیامبر از ایشون پرسید، گفت آقا هر سال حج بریم یا فقط یک بار؟ ایشون گفت نپرس، اگر بگم هر سال برید و هر سال واجب میشه. همین که به شما میگن بریم و همون مینیمم شما اکتفا کنید، این حرف یعنی چی؟ یعنی احکام شرع اونیست که من میگم. یه روایتی از امام علی هست که ایشون گفت بدترین مردم کسیست که بیاد سوالی بکنه و در اثر اون سوال یک حکم واجبی تشریع بشه و مردم به تکلف بیفتن. احکام بعضیشون اینجوری، بله اینجوری تشریع میشدن. خب بدترین مردم، یک آیه در قرآن است که منو در نوشتام آوردم، گفتم این آیه رو باید این فقهای ما و مراجع ما بالای در خونهشون همه بنویسن، بالای سایت های اینترنتیشون بنویسن. آیه است که لا تسألوا یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ای مردم در قرآن نیاید سوال هایی بکنید که اگه جوابشو بشنوید خوشتون نیاد، براتون عمل به اونها دشوار باشه. همه مفسران تقریبا همشون نوشتن منظور سوالات فقهی است. نیاید هی بپرسید آقا اینجا چیکار کنیم، این حلاله، اون حرومه، این نجسه، اون پاکه، اون ویل کنیم. اما فقهای ما اصلا درست تشویق میکنن، من میگن هی بیم بپرسیم، هی سایت میزنن، هی رساله مینویسن. گفتم این آیه قرآن رو باید بالای سر در خونه هاشون بنویسن. واقعا عقیده من است لا تسألوا، آقایون نیای نپرسیم، اینا میگن هی بیان بپرسیم. خب اینجوری در واقع شرع ساخته میشد، اینجوری شرع ساخته میشد. امر و نهی پیامبر بود، سوالاتی بود که از ایشون میکردن و ایشون بعضی سوالا رو به پاسخ میذاشت، بعضی هم جواب میداد اگه بعضی اصرار میکرد. اینجوری شد. الان هم همینطوره. این فقه، این کتاب های فربه فقه مگه غیر از اینه؟ هی سوالاتی است که مقلدین رفتن کردن، خب هی جواباش رو آقایون در آوردن، هی به کتاب ها افزودن و پایان هم نداره، یه جلد، دو جلد، 50 جلد همینطوری ادامه داره. چرا؟ برای اینکه اون درس نخستین رو به اونها ندادن. من حالا با فقیهان کاری ندارم، من سخنم بر سر امر و نهی الهی است. ببینید پیامبر از فرط قرب به خداوند
حرفش حرف خداست، کلامش کلام خداست. اون چی که میخواند بر ما که میگیم قرآن، اینها کلام پیامبر بود، اما کلام خداست. اگر امر میکند امر الهی است، اگر نهی میکند امر نهی الهی است، اما او میکند. به همین دلیل ما جای پیغمبر رو از این که تا کنون میدانستیم خیلی رفیع‌تر باید بدانیم. تمام دین حول محور وجود او میچرخه، همه چیز اصلا از او نشأت میکنه. ما تا حالا فکر میکنیم پیغمبر ضبط صوتی است، از بالای چیزایی رو در او میخوانن میاد تحویل ما میده. اگر غیر از این بفرمایید، یک ضبط صوتی است که یه ملکی جبرئیلی فرشته‌ای میاد یه چیزای یاد او میده، در گوش او میخواند، یه امر و نهی آیات قرآنی او هم فردا برای ما میخونه. یعنی به پیامبر ما نقش مولد نمیدادیم، نقش بازگو کننده میدادیم. همون که من در نوشته های خودم آورده بودم که ما پیامبر رو زنبور بدانیم یا طوطی، مقاله ای نوشتم گفتم برای خیلی ها پیامبر طوطی، در پس آینه طوطی صفت هم داشتن، چیزای یادش میدن اونم تکرار میکنن، اما زنبور مولد اصله. و اتفاقا در قرآن هست که خدا به زنبور وحی کرده که عسل تولید کند. یعنی اینم وحیه، وحی فقط این نیست که به طوطی میشود. مولانا در اشعار خودش شعرش الان یادم نیست، میگه خدا به کرم ابریشم هم وحی کرده که ابریشم بتند. اینا وحی دیگه، یعنی یه مکانیزمی، یه ساختمانی به زنبور داده که عسل تولید میکنه. دادن این ساختمان به زنبور همون وحی الهی است که به او رسید. به قول مولانا، چون که او هر رب الی النحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. او به نور وحی حق عز و جل کرد عالم را پر از شمع و عسل. این که کرمناس بالا می رود، وحیش از زنبور کی کمتر بود. نه نجوم است نه رم رست و نه خواب، وحی حق الله و علم بسمه. ببینید امر و نهی از آن پیامبر است، شارع خود اوست، تشریعات از آن اوست، البته همه به تأیید و تصویب خدا هست و غرض و غایت هم داره. البته یعنی وقتی که پیامبر چیزی رو میگفت غرضی داشت و غایتی داشت، درست همونطور که آدمیان غرضی و غایتی دارن. هر دین سه تا غرض داره، منبع سه چیز است. یکی منبع معرفت است، دوم منبع هویت است، سوم منبع نجات و رستگاری است. ادیان این سه تا فونکسیون رو با هم دارند، این سه نقش رو بازی می‌کنند. اولا به شما یک رشته معارف می‌آموزند در باب عالم، خداوند، تاریخ، انسان، سعادت، شقاوت و غیره. دوم هویت می‌آفرینند، هویت بزرگی، هویت اسلامی که مسلمان‌ها همه دارند. و به خاطر تثبیت این هویت و استحکام این هویت احکام بسیار صادر میکنن که پیامبر این کارو کرد. پیامبر 16 ماه نگذشته بود که از مکه به مدینه رسید، قبله مسلمان ها رو عوض کرد. قبله مسلمان ها قبلا رو به بیت المقدس بود، برای اینکه ایشون داشت یک هویت تازه میساخت. حساب خودش رو کاملا جدا کرد، خرج خودش رو سوا کرد و گفت دیگه رو به بیت المقدس نماز نخونی و رو به کعبه نماز بخونی، که اتفاقا مورد اعتراضاتی هم شد. در قرآن آمده است سیقول السفها ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. یه عده سفیه اومدن میگن چرا پیغمبر قبله رو عوض کرد. خب ببینید ما امروز میفهمیم پیغمبر چی. ببینید اینما تولوا فثم وجه الله، شما به هر طرف رو کنید خدا اونجا هست. اینو خود قرآن به ما میگه. این چیزی نبود که پیامبر ندانه، این چیزی نبود که بر مسلمین پوشیده باشه. خدا همه جا هست، خدا به هیچ نقطه از زمین نزدیکتر از نقطه دیگری نیست. اینا جزء بدیهیاته، ولی هویت یک مطلب دیگری است. گفت بله خدا همه جا هست، اینما تولو فثم وجه الله، درسته. اما این مجموعه، این حزب تازه، این هویت جدید، یکی از ارکانش همینه که رو به قبله نماز بخونه. و انقدر اهمیت پیدا کرد که بعدها دو قرن سه قرن بعد در جهان اسلام وقتی که میخواستن تعریف کنن که کافر کیه و مسلمان کیه و اختلافات بسیار زیادی پدید آمد، یه جمله باب شد و به صورت یک شعار بسیار خجسته در آمد، لا نکفر و اهل القبله، تا امروز هم باقی. این رو غزالی هم نقل کرده و کتاب های کلامی ما آمد. ما کسی که رو به قبله وای میسه نماز میخونه بهش نمیگیم کافر، همین رو بس. حالا هزار فکر ممکنه تو سرش داشته باشی، از خدا
دیدگاه ویژه‌ای داشت که اینها پدید آمد و فراوان هم بود. ببینید کاملا این جمله لا نکفر اهل القبله توش هویت موج میزنه. خب پس دین یکی معرفت رو به شما میآموزه، یک رشته معارف تعلیم میکنه، دوم هویت میآورد و احکام فراوانی هست. اینکه روز جمعه روزی است که برای همه ما تعطیل، این هویتیه. ولی روزای هفته و ماه که با هم تفاوتی نداره. اینکه قبرستانه مسلمان ها جاش جداست، اینکه رو به قبله باید نماز بکنیم، اینکه نماز رو باید یک قطعات خاصش رو به عربی بخونیم و امثال اینا، نماز رو به جماعت بخونیم و حج برویم، اینا تمام علاوه بر عناصر معرفت بخششون، عناصر هویت بخش بسیار نیرومندی دارن. سوم هم البته نقششون اینه که به ما راه رستگاری و نجات رو نشون بده، چون بالاخره ادیان آخرتگرا هستن، فقط برای درست کردن و سامان دادن و تنظیم امور معیشت این دنیا نیامدن، بلکه بیشتر به خاطر حیات اخروی آمدن. پیامبر همه این کارا رو کرد، همه این اغراض و غایات در کار او بود، چه عمل میکرد، چه جنگ میکرد، چه فرمان میداد، چه تشریع شرایع میکرد و چه ازدواج میکرد، چه خانه میساخت، چه مسجد میساخت، هر کاری میکرد اولا سنت به وجود میآورد، میگفت به من نگاه کنید ببینید چی کار میکنم، این کار رو دنبال بکنید، و بعد هم از این طریق یک بنای بزرگی رو میساخت که ما امروز رو تمدن اسلامی مینامیم که پدید آمد. اینا همه فعل پیامبر بود و پیامبر و شخصیت او نقش 100% محوری در این باشد. تمدن اسلامی عبارت است، اینو من یه وقتی میفتن، پیامبر اسلام که بزرگ شده است، این شخصیت بزرگ شد، ابعاد بسیار بزرگی پیدا کرد، نامش شد تمدن اسلامی، واجد این همه عرفان، این همه هنر، این همه بزرگی و این همه نیرو و قدرت در تاریخ، این همون شخصیت بود که یک مرتبه بزرگتر و بزرگتر شد و بدل به یک مغناطیس بزرگ شد در این عالم. خب اگر اینجور است، ما حالا جواب سوالمون رو میگیریم دیگه، رو به افطار میرویم و جفاست که دوستان رو از افطار باز داریم. پس ما جمله‌ای رو که خواندیم و خواستیم تفسیر کنیم که خدا به ما فرمان داده است، حالا فهمیدیم که باید اینجوری بگیم خدای غیر انسانی پیامبر رو تأیید کرده است تا امر و نهی بکند و در این امور و نواهی غایاتی و مقاصدی هست و ما برای شرکت کردن در تجربه پیامبر، برای ابراز اینکه عضو یک هویت کلان و سترگ تاریخی هستیم و برای فرصت تأمل در خیشتن یافتن، برای هماهنگی با تسبیح گویی کل کیهان، کل عالم، کل یونیورس، ما به فرمان او عمل میکنیم و امید میبریم که به طریق واقعی و با تهذیبی که نفس پدید میآید به پاداشی برسیم که اون پاداش نقد است، یعنی در همین جهان هم به ما خواهد رسید، ثمره آن در جهان دیگر هم ظاهر خواهد شد. مرید پیر مقانم ز من مرنجش، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما در یک گفتگویی که سالها پیش 10 سال پیش در من با آقای جامعه گفتگو داشتم، دو تصویر از خدا دادید و فرمودید در سنت اسلامی دو تصویر از خدا دارید، یک خدای پاسخگو و یک خدایی که مطلقاً پاسخگو نیست و قاهر. نماینده خدای پاسخ غیر پاسخگو در روی زمین، او هم پاسخگو نیست. سوال من این است که اولا اون گروهی که معتقد به خدای پاسخگو بودند از کی و چگونه این تصور به وجود آمد، و دوم با اینکه با این تصویری که الان ببینید که شما از خداوند ارائه کردید، خدای پاسخگو یعنی چی؟ پاسخگوی خداوند به چه معنی است؟
استعفا میده، نمایندگان اون خدای پاسخگو در روی زمین کیا هستن؟ حالا من در مقام پاسخگویی اجازه بدید اینو من جلسه بعد مطرح کنم، چون مبحث بزرگی است و قبلت هم داره، تداخل هم داره با بحثی که باید نوبت آتی در باب پاداش و عقوبت و کیفر و اینها بحث کنم و همچنین ذکری که از معتزله و اشاعره رو باید بکنم که در واقع همون دو گروهی هستن که خدا رو پاسخگو و غیر پاسخگو میدانن. انشاءالله به تفصیل بیشتری نوبت آتی من این رو خدمت همه دوستان عرض خواهم کرد. الان حقش ادا نمیشه، خیلی مجمل خواهد. ببینید شاید کلمه سوختن یا سوزاندن در اینجا راهزنی میکنه. غرض این نبود که آدم ریاضت بکشه خودش رو بسوزانه، منظور این بود که آمادگی روحی پیدا بکنه. اتفاقا اونچه که الان شما ذکر کردید، یعنی شخص روی خودش کنترل داشته باشه، عصبانی نشه یا پاره از رفتارهای بدش رو کنترل کنه، جلوگیری کنه، به دیگران رسیدگی کنه، اتفاقا اینا همون راههاییست که راه سوزاندن خیشتنه. سوزاندن معنی نیست که واقعا بسوزونه، این همین یعنی جلوی خواهش ها رو بگیره، یعنی از خودش بکنه، چیزی به دیگری بده، یه جور سوزاندنه. یه جایی که غضب میکنه پا رو غضب خودش بگذاره، دندون روی جگر بگذاره، اینا همون سوزاندن، این تحمل یک سختیه. برای سوزاندن به معنای ریاضت کشیدن نیست. همین ها نفس رو مستعد میکنه برای پرواز، چیز غیر از این نبود که ما گفتیم. اتفاقا یک زندگی اخلاقی آدم رو همیشه مثل یک اسب زین کرده نگه میداره، اینا آماده رفتنه و به کمترین تلنگری این راه میفته و میتواند زود به مقصد برسه. کسانی که اونجور کار رو خودشون نکردن وقت سنگینن، خیلی کسلن، دیر تکان میخورن و کمتر و دیرتر به مقصود میرسن. بله یه سوالی برای من پیش اومد در مورد همین مسائل آخر که بنده که در واقع پیامبر بود که این تشریع رو انجام داد یا حتی عبادات رو تشریع کرد. من این کانتکست مستحب رو میفهمم، یعنی مستحب رو کاملا میتونم تطبیق بدم با این فرمایش شما که پیامبر وقتی دیدن که همه دنیا دارن تسبیح میگن گفتن شما هم تسبیح بگید، یعنی اگر میخواید تسبیح بگید، اگر اعتقاد دارید به وجود خدایی میتونید تسبیح بگید، ولی واجب رو نمیفهمم. یعنی اگر حتی اگر قبول خود پیامبر اینا رو تشریح کردن، واجب تشریح کردن که شما باید حتما تسبیح بگید اولا، ثانیا هم حتما در این فرم باید تسبیح بگید، چون ممکنه که واقعا کسی تسبیح رو بگه و به این خودش اصلا به حد پیامبر برسه و خودش هم تسبیح بگه و خودش هم همون دیدن رو ببینه، اما یک فرم دیگه تسبیح داشته باشه. من این واجب رو اینجا نمیتونم دقیقا بگم. یه سوال خیلی کوچیکم در مورد فرمایش حضرت علی که فرمودین تا من ندیدم نمیپرستم، یه ذره برام دور منطقی ایجاد شد که چطور ممکنه آدم برای دیدن لازم شما به یه مرحله‌ای برسید که ببینید اولا، یعنی باوری باید داشته باشیم که به اونجا برسیم که ببینید، ولی ایشون فهمیدن که من اول دیدم بعد پرستیدم. من یه ذره دور برام ایجاد شد. حالا البته ایشون اینجوری نگفتن، منافات هم با سخن شما نداره، گفتن من خدایی رو که ندیده باشم نمیپرستم، یا خدایی رو که نتوانم ببینم، لم اعبد ربن لم اره، نتوانم ببینم نمیپرستم. بیشتر خلاصه معناش این بود که دیدنیست، نه فقط برای ایشون، برای هر کسی که بخواهد ببیند راه شهود قلبی بازه و
آدمی از اون طریق میتواند ببیند. البته معناش این نیستش که همه کس که خدا رو میپرسته خدا رو دیده، نه، اونم جهدی میخواد، جهادی میخواد، و بلکه میتوان گفت که یک عنایت و افاضه هم لازم داره، چون بسیاری از این چیزا معلوم نیستش که به میل آدمی پدید بیاد. به اصطلاح بخت باید یار آدمی باشه تا از پاره از این نعمت ها نصیب ببره. اما اون نکته نخستینتون، ببینید، خب اون عرض عریضی داره حقیقتش. بله، ما بنده منکر این نیستم که کسی میتواند شریک الازواق پیامبر بشه، یعنی همون تسبیح آسمان و زمین رو درک بکنه و ببینه. پیامبر نمیشه، چون پیامبر بودن مأموریت است، از این طریق مأموریتی پیدا نمیکنه، ولی تسبیح زمین و آسمان رو درک میکنه. و چنین کسی میتواند عبادات ویژه خودش رو هم داشته باشه. شما شیخ شهاب سهروردی رو ببینید، یک کتابی داره به نام الواردات و تقدیسات، دعاهای خاصی اونجا داره، حتی به بعضی از سیاره ها خطاب میکنه و با اونها راز و نیاز میکنه. یا مولوی رو ببینید، بالاخره سماع کردن و رقصیدن رو جزء عبادات محسوب میکنه، در حالی که خب این در شرع نیامده. به همین سبب منظور من این است که بله، میشود که کسانی به چنان درجاتی برسن. ما دیگه اونا رو جزء محققین میدانیم. اونایی که مقلدین هست، یعنی پیروان پیامبر هست و خودشون دست به اون اوریجین ها و سرمایه و سرچشمه ها ندارن، اونا خوب ناچار پیروی میکنن. و یادتون باشه این طرق معنوی بسیار تاریکتر و پرپیچ و خمتر از طرق ظاهری است. همون که حافظ گفت مرا در آن بدین ظلمات اون که رهنمایی کرد نیاز نیم شبی بود و گریه سحری. یا اینکه من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. توجه میکنید ما مرغ سلیمان لازم داریم. ما در کارهای کوچک هم حاجت به راهنما داریم، چه برسد به این کارهای بزرگ و در اون راههای تاریک. به همین سبب آره، شیوهی که ایشون گفته تجربه ایشان بوده، و مادام که من به سرچشمه ها دست ندارم و تجربه ویژه خودم را ندارم، درست اینه که از تجربه ایشون پیروی بکنم، یعنی تابع استاد باشه. نه، حالا به اون میرسن. این که میگه چرا اونجوری که ایشون گفته، خب همینه سرش. اما بله، استحباب که داره، نه، وجوب هم داره. ببینید اصولیان ما یه بیانی دارن، میگن وقتی که چیزی مصلحت ملزمه داشته باشه، مصلحت الزام آور داشته باشه، واجب میشه. اما اگر مصلحت ملزمه نداشته باشه، واجب نمیشه. یعنی پیامبر تشخیص داده که برای سعادت آدمیان و رستگاریشون این نحوه از عبادت لازمه، یعنی بدون این یه چیزی کم میاد. این تشخیص ایشون بود. یه پیامبر دیگری ممکنه یه چیز دیگه تشخیص داده، اشکالی هم نداره. خب پیامبران متعدد داشت خدا بر، لذا یه چیزایی رو خودش مستحب کرده، گفته این کار رو حالا کردی کرده نکه، ولی بعضی از چیزها رو ندیگه، گفته که اگر میخواد. ببینید این واجبا واجبای زوری و قلدری نیست، یه اگر توشه. اگر به فلان مقصد میخوای برسی، واجب از این راه بره. مگر اینکه شما میگید من نمیخوام برسم، من رستگاری رو نمیخوام، من مثلا فلان چیز رو نمیخوام، خب چیه؟ یعنی اینا همه واجبن، اما یک مفهوم شرط توشون نهفته است. نه اینکه چون من به شما زورم میرسه میگم باید این کارو بکنی. واجب معنیش این نیست. واجب معنیش اینه که این مقدمه برای رسیدن به اون نتیجه لازم است، یعنی واجب است. خب دوستان دیگه ما رو هم دعا کنند و افطار رو بیاغازند. و السلام علیکم.